اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستان أهل عزيز وأرجمان بزرگان جوانان ونوجوانان عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان، خیلی از دوستانمان، خویشاوندان، قوم خویش اقارب و هر کسی که میشناسیم و حتی نمیشناسیم باش روبرو میشیم، سوال میکنند که درد هست، رنج هست، مشقت هست، سختی هست، زحمت هست، فقر هست، بیچارگی هست، نیستی و ناداری هست، ناکامی و شکستگی هست، در هر جاها چنین سوالاتی هست، بیکاری هست. میپرسم که راه حل چیست؟ راه اصلاح و بیرون رفت از این مشکلات در چیست؟ راه دیگرگونی در چیست؟ راه تغییر در چیست؟ شیوه ترقی و پیشرفت در چیست؟ شیوه کامیابی و سرفرازی در چیست؟ همه چنین سوالات را مطرح میکنم که یک طرف فقر و درد و رنج و دیگر طرف کامیابی و سرفرازی. این درد و رنج و فقر و بیچارگی را چگونه به کامیابی و سرفرازی تبدیل بکنیم؟ عزیزان ما تب و تلاش کم و بیش انجام میدهن، کم و بیش تب و تلاش میکنن، راه ها را تب و تلاش میکنن، جستجو میکنن، به دنبال خوب و بد میگردن تا اینکه خود را به تعالی و ترقی برسانند. ولی که در جاهای غیر مناسب و در جاهای نامناسب تب و تلاش میکنن. مثلا یکی از عزیزان دوست دارد که از جوه سیب بگیرد، پس می رود زیر درخت بید می نشیند و درخت بید را تکان داد و تکان داد و زده زده و انتظار دارد که از درخت بید سیب بریزد. هرگز از درخت بید سیب نمی ریزد تا اینکه همین شخص نرود زیر درخت سیب و درخت سیب را تکان ندهد و از درخت سیب استفاده نکند. تا آن زمان انتظار سیب را از درخت بید نداشته باشد، باید برای زیر درخت سیب و از درخت سیب سیب را انتظار داشته باشد. هیچ وقت درخت بید سیب بر انسان تقدیم نمی کند. به همین شکل جامعه اسلامی و کشور ما امروز مثل درخت بید شده است. همه مردم زیر درخت بید می روند و از درخت بید انتظار سیب را دارند. به چی معنا و به چی مفهوم؟ هیچ کسی به خاطر زندگی خود، به خاطر آینده خود تپ و تلاش نمی کنند. به همین خاطر وقتی که تپ و تلاش نکردن، انتظار کامیابی و انتظار سرفرازی، انتظار زندگی خوب و پر از آرامش و ثروت را هم تقاضا دارد. یعنی تپ و تلاش به مثابه درخت سیب هست و سستی و تنبلی به مثابه درخت بید. یک انسان تپ و تلاش بکند گویا که زیر درخت سیب رفته و سیب می خواهد، ولیکن تپ و تلاش وقتی که نکرد زیر درخت بید رفته با سستی و تنبلی خود سیب تقاضا دارد، اینجا سیب پیدا نمی شود. به همین اساس عنوان امروز خود را تپ و تلاش و جستجو و کار گذاشتیم که تپ و تلاش بکنیم و جستجو بکنیم و کار بکنیم. خیلی از افراد هستند که حکومت را ملامت می دانند که چرا حکومت برای ما زمینه کار را مساعد نمی کند، حکومت مشکل دارد، حکومت برای ما زمینه کار را فراهم نمی کند، امنیت نمی آورد. اینجا ملامت حکومت نیست، خود فرد ملامت هست، خود شخص ملامت هست. ما شما به این حکومتی که داریم باید سپاسگزار باشیم. الله متعال در حکومتی قرار داریم وقتی که تو تولد میشه یه هنگام وارد شد به مکتب تا درجه لسانس 16 پاس تو را حکومت به دوش میگیرد، میگه ما به دوش میگیرم تو برو زحمت بکش درس بخون تا تلاش بکنی. غیر از کشور افغانستان هر کشوری که بروی از صنف نرسری و آمادگی تو هر قدر که تحصیل بکنی تو مکلف هستی که پولش پرداخت بکنی. اینجا معلوم میشه که حکومت خودش با دست خود سیب سرخ را بر تو پیش میکرد که بگیر از استفاده بکن، تو استفاده نمیکنی. هر باری که تو درس نخوندی، تپ و تلاش نکردی، جستجو نکردی و در درسایت، در تعلیم و تربیت، تحصیلت موفق نبودی، تو از این سیب زیبا و سرخ و نازنین و سیب خوشمزه محروم هستی، خودت خود را محروم کردی، در حالی که حکومت بهترین سیب را برای تقدیم میکنه. هم مشاهد حال هستیم که امروز انسان وقتی که از سنف اول وارد مکتب میشود
تا 16 پاس که از پوهنتون فارغ میشد تمام ذمه و کفالتش را حکومت به دوش میگیرد. لباس، کتاب، قلم، استاد، سن، میز، چوکی همه خرجش را حکومت به دوش میگیرد. به همین شکل پوهنتون که میرود همه خرج حکومت را دوش میگیرد. حتی اگر مسافر باشد بر محسنین مسافر رو حکومت احاشه و عباطش هم میدهد تایی که خرج و ماهانه خود بکند. پس در زمینه تپ و تلاش و کار و تحصیل حکومت هرگز ملامت نیست. اینجا ما ملامت هستیم. در زمینه امنیت ببینید الحمدلله امروز به بهترین شکل امنیت تأمین هست. تو میتونی که به بهترین شکل سرمایه گذاری بکنی، تجارت بکنی، هر کاری که تو دوست داشته باشی با مجوزش از طرف حکومت تو میتونی کارت را به پیش ببری. وقتی که سستی کردی، تنبلی کردی، سستی و تنبلی ضعف خود را بر حکومت نینداز. این حکومت نیست که بیاید لقمه تو را دادانت بکند. حکومت مسئولیتش همین است که بر تو زمینه تحصیل را فراهم بکند، بر تو زمینه کار را فراهم بکند، بر تو زمینه امنیت را فراهم بکند. این کارها را کرده. وقتی که سست هستی، تنبل هستی، بی برنامه هستی، وقتی که در زندگی کامیابی و موفقیت را نمیخواهی، پس به دوش دیگران نینداز. نگو که فلان شخص در ناکامی ما دست دارد. امروز این جوانان ما که از دست بیکاری فغان میزنن و فرار میکنن به کشورهای غیر از افغانستان بیرون میشوند، آیا آنها که هر کدامشان نظر به 10,000 15 20,000 یورو پوند مصرف میکنند، اگر همین پول خود را بگیرند در کشور خود سرمایه گذاری بکنند به کجا میرسند؟ در حالی که 20,000 پوند مصرف میکنند و به کشور غربی میروند و مزدوری و نوکری مردم کفر را میکنند، نوکری غرب را میکنند. یک انسانی که در این سرزمین 20,000 پوند داشته باشد بهترین تجارت را برای انداختن میتواند. بازم از روی سستی و تنبلیش، از روی ناکامی و ضعفش میاد حکومت را ملامت میکند. چرا حکومت برای من زمینه کار را فراهم نمیکند؟ وقتی که توی بدبخت بگیری 20,000 پوند را فقط به خاطر سفر از یک کشور به دیگر کشور بدهی، خودت خود را بدبخت ساختی. یک کشور ملامت نیست، حکومت ملامت نیست، اینجا سستی و تنبلی خود انسان ملامت است. خود انسان به ارادگیش ملامت است، به برنامگیش است که از نظر و به برنامگیش هزارها دلار خود را به قاچاقبر میداد و به کشور دیگری سفر میکند. به خاطر چی؟ باش که من برام اونجا نوکری مردم را بکنم. در حالی که با همون پولی که بخواهد اگر اینجا سرمایه گذاری بکند، نوکر نه بلکه بادار برای دیگران میباشد. این به سبب سستی و ضعف ما است که تپ و تلاش نمیکنیم، کار نمیکنیم. اگر تپ و تلاش بکنیم، کار بکنیم، در این ملک و در این کشور به الله قسم هزارها کار موجود هست. یک چند روز پیش در دفتر تیم رفته بودیم، همین چوکیدار دهن دروازه تیم میگن که ما جایی نداریم که دیگه بر شما تیکت نمبر بدهیم. گفتیم چرا؟ ما یک کم عجله داریم، کار داریم. میگه هر کسی که در اینجا بیاد میگه ما کار داریم. هیچ کسی نگفته است ما بیکار باشیم. همه کار دارن. ولی که به سبب ناشکری ها و ناسپاسی ها هست. ناشکر هستن. چیزی که روزی برشان میرسد، چیزی که وظیفه ای دارن و چیزی که به دستشان میاد برای این ناشکری میکنن و قناعت ندارن. نفس هست کشش های خیلی زیاد دارن و بیشتر میخواهد. وقتی که بیشتر میخواهی خودت بیشتر تلاش بکن. علامه شعراوی یکی از بزرگان است میفرماید نه کسی که از ضربات تبر خود غذا نخورد در تصمیمات خود هم اختیار ندارد. کسی که از ضربات تبر خود نان نخورد، کار نکند، زحمت نکشد، در تصمیم خود هم اختیار ندارد. همین یک مثال در بین جامعه ما و شما هست که هر کسی که نان دهد فرمان دهد. ما و شما امروز میتونیم هر کاری که بخوایم میتونیم. نظر به این سرمایه که منو تو داریم، نظر به این معدنی که منو تو داریم. از یک طرف ببینید حکومت زمینه تحصیل رایگان تقدیم میکند، از طرف دیگر در این خاک و در این سرزمین به هزارها نوع معدن دخل هست. این معدن ها را اگر منو تو توارایی استخراجش داشته باشیم هرگز بر دیگران گدایی نمیکنیم. توانایی استخراجش در چی هست؟ اینکه منو تو تلاش بکنیم. وقتی که تلاش نکردیم پس توانایی استخراجش هم نداره. افغانستان با ژاپن در یک سال استقلال خود را به دست گرفت. در یک سال استقلال خود را به دست گرفت.
بیش از نیم قرن نمی شود اینکه ژاپن در سرمایه‌داری حرف دوم سوم را در جهان می زند. با وجود که کشور خیلی کوچک است، بیش از 70-80 درصد ژاپن را کوهستان‌ها و جزیره‌ها تشکیل می دهد که همه پر از زلزله‌ها و آتش‌فشان‌ها است و خیلی 20 درصدش می ماند که مردم زندگی می کند و تلاش می کنند، معدن استخراج می کنند و حرف دوم سوم را در جهان می زند که باید حرف ما اول باشد و کوشش هم می کنند. بسبب چی هست؟ بسبب کار آنها هست. آنها کار کردند، زحمت کشیدند. این جایی طرف وقتی که کشور خود را مقایسه بکنیم، ما به اندازه ای که برای ما معاش داده می شود کار می کنیم. خب تو که زمانی که باید دفتر قرارداد میکنی، با یک شخص قرارداد میکنی، حتی وقتی که تو مزدور کار هستی میری پیش یک شخص کار میکنی، یا حتی اگر تو نجار دریور هستی و یک نفر گپ میزنی حرف میزنی، اگر در کارت اندکی کوتاهی بکنی پولت بر تو حلال نمیباشد. این پولت نظر به کوتاهی قصدی تو حرام میشد. در امروز بگن که ما نظر به پولی که برای ما میدهند ما کار میکنیم، تپ و تلاش میکنیم. خب پولی که بر تو میدهند چقدر است؟ 12 تا 15 هزار هست. تو با حکومت چی قراردادی کردی که بعد با امراشون کار بکنی؟ میگه من قرارداد کنیم که از 8 تا 4 عصر بعد با اونها خدمت بکنم. پس در خدمت چی کردی؟ هیچ 10 بجه سر وظیفه میرم، 2 بجه پس برمیگردم. یا بعد از پیشین هیچ هرگز وظیفه را ترک کنم پس از صرف تعاون. این خدمت نیست، این خیانت محسوب میشه. به همین سبب است که در هر دفتر و در هر جایی که من تو یک قرارداد را امضا میکنیم، یک کار را بعد عقد و پیمان میبندیم، وقتی که کار را انجام ندادیم، این تنها بسبب این نیست که با کشور یک صدمه اینه میرسد. بزرگترین صدمه را به کشور همین مسلمانی میزند، همین رعیت به کشور بزرگترین صدمه را میزند که بیتوجه باشد، در کار خود صادق نباشد، اخلاص نداشته باشد، پشت کار نداشته باشد، تب و تلاش نکند، فقط به خاطر ریاکاری و تظاهر پیشروی کارفرما بیان فعالیت میکنند، کارفرمای خود را فریب میدهند، کوشش میکنند چاله ها و نیرنگ های فریب را به جامعه پیشکش بکنند. چگونه من یک تکنیک جدید را بگیرم تا کارفرمای خود را فریب بدهم و فردا سر کار نروم؟ چگونه جیب کارفرمای خود را خالی بکنم؟ به همین شکل هر نوع بخواهند همین فریب کاری را در جامعه پخش و نشر میکنند. اینها همه به سبب سستی و ضعف ما هستیم پس مانده ایم، در حالی که کشورهای اسلامی اگر متحد باشند، پشت کار داشته باشند، نسبت به کشورهای کفری خیلی معدن دارند، از نگاه طلا، از نگاه نقره، از نگاه تیل، از نگاه نفت، گاز، از همه چیزی کشورها غنی هستند. ژاپن رو ببینید، کوچکترین کشور در جهان گپ دوم سوم را میزند، ولی که کشور اسلامی به عنوان اولین کشور در سطح جهان حرف 27 را در جهان میزند. 27 کشور است که حرف میزند. این بسبب ضعف ما مسلمان ها است که ما مسلمان ها پشت کار نداریم. ما مسلمان ها در اصل خواب هستیم و غافل هستیم و فقط دوست داریم که نان تهر برای ما بیاید و ما استفاده بکنیم و پس از استفاده کردن ناشکر و ناسپاس هستیم. ناشکری ها و ناسپاسی تمام وجودمون را فرا گرفته است. بازم به حکومت و به شخص دیگری این تنبلی ضعف خود را محکوم میکنیم که فلان در ضعف ما، فلان در تنبلی ما مسئول هست. هیچ کسی در تنبلی و سستی کسی دیگری مسئول نیست. یک روز رسول الله علیه السلام وارد مسجد می شود، می بیند که صحابی بزرگوار غیر از نمازهای فرضی در مسجد نشسته است، برام ابو امامه رضی الله عنه. ازش می پرسد که ای ابو امامه چی می کنی؟ می گه رسول الله، قرضها خیلی برای من فشار آورده، آمدیم تا دعا بکنم. رسول الله صلی الله علیه و آله دعای خیلی عمیق را برش یاد می دهد، دعای را برش یاد می دهد که مغز و بدن ابو امامه در کار بیفتد. برش چی یاد می دهد؟ برش می گه ای ابو امامه دعا بکن، اللهم اینی اعوذ بک من الهم و الحزن، پروردگار من به تو از غم و اندوه به تو پناه می دارم. در ادامه چی می فرماید؟ و اعوذ بک من العجز و الکسل. اینجا را ببینید که رسول الله چی دعای جامع و پرمفهومی بر ابو امامه تعلیم می دهد، تا اینکه ابو امامه هم در عمل و هم در اخلاص فری دعا را در زندگی خود پیاده بکند. و اعوذ بك من العجز والكسل، پروردگارا به تو پناه میبرم من العجز، از عاجزی ناتوانی، و الکسل از سستی و تنبلی، یعنی سست تنبل نباشی. این دعا را در زندگی خود پیاده بکن و همیشه به اخلاص از الله بخواهیم. پروردگارا اگر من کراچیوان هستم، مرا توفیق بده در کراچیوانی خود
و تمام نیرو و قوت خود فعالیت بکنیم کار بکنیم. اگر همه در همه جایی که هستیم با تمام نیرو و قوت فعالیت بکنیم، به الله قسم است 10 سال بعد این کشور نمی‌باشد، یک کشور غیر از این حالت نمی‌باشد. اگر به همین منوالی که امروز هستیم هرگز به هرگز تغییر نمی‌کنیم، اگر به همین سستی و بی‌ارادگی بی‌برنامگی روان باشیم، این حالت ما دیگرگونتر می‌شود، هرگز اعمار نمی‌شود، هرگز راه به سوی کامیابی‌ها برای ما گشاده نمی‌شود، برای ما فراهم نمی‌شود. الله تعالى فرمات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله تعالى هیچ قومی را سرنوشت را تغییر نمیدهد. الله سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد، حتی تا زمانی که یغیر ما بأنفسهم، خودشان با دست خود بگیرند سرنوشت خود را تغییر دهند. یک شاگردی که در مکتب درس نخواند، هیچ کسی سرنوشت را تغییر داده نمیتواند تا که خودش دست نخواهد خود را کامیاب نکند. یک شخصی که در کاربار خود پشت کار نداشته باشد، تا که خودش پشت کار نداشته باشد، کسی دیگر برش پشت کار نمیداشته باشد، هیچ کسی در غمش نیست. من تویی که امروز عقب مانده، سست هستیم، بی‌برنامه هستیم، ناکام هستیم، شکست پذیر هستیم، ورشکسته شده و سبب این است که پشت کار نداریم، تا کوتلاش نمیکنیم. جوانان ما غافل هستند، همه به دنبال گیمه ها و بازی ها و فیلم ها و مزخرفات هستند. برنامه های دقیق در زندگیشان وجود ندارد. اگر برنامه دارند کسی نیست که حمایتشان بکنند. اگر حمایت می شوند اونها کسانی هستند که غافل هستند. یعنی دو چیز در یک دست هرگز با هم جور نمی کنند، هم حمایت باشد و هم برنامه دقیق باشد. اگر برنامه باشد حمایتگر نیست، اگر حمایتگر باشد کسی نیست که حمایتش در زندگی پیاده بکند. اینجا همه ملامتی بر خود من و تو برمیگردد. زمانی که من و تو فعالیت نکنیم، زمانی که من و تو مسئولیت خود را در حقیقت نشناسیم، هیچ کسی بر من و تو زندگی من و تو را به سوی رفاهی، به سوی سعادت، به سوی کامیابی، به سوی اخلاص و به سوی ترقی راهنمایی نمیکند. همه چیز بر من و تو برمیگردد. فلان شخص رئیس جمهور است، درست برای ما خدمت نکرد. تویی که به حیث رعیت در این کشور زندگی می‌کنی، آیا مسئولیت خود را هنوز شناختی؟ آیا تو که به حیث پدر در یک خانواده هستی، آیا مسئولیت خود را تو هنوز شناختی؟ تویی که به حیث مادر در یک خانواده هستی، مسئولیت خود را و درست تربیت فرزندان خود را به دوش گرفته‌ای؟ تویی که به حیث برادر بزرگ در یک خانواده هستی، بالای خواهر برادر کوچکت شفقت ورزیده‌ای و اونها را دستشان گرفته‌ای، راه درست برشان نشان داده ای؟ پس وقتی که تو در یک خانواده کوچک مسئولیت خود را درست نشناسی، چطور از دیگران انتظارات بزرگی داری؟ انتظارات را بس کنیم و خود بنگریم، یک بار به طرف خود توجه بکنیم، یک بار زندگی خود را مقایسه بکنیم با زندگی که و با برنامه ای که در پیش رو میخواهیم داشته باشیم، با این برنامه مقایسه بکنیم که آیا زندگی ایمان با برنامه ایمان مطابقت دارد یا خیر. اگر نداشت از این زندگی بگذر، برنامه را تغییر بده. دوستا و افرادی که تو را به طرف برنامه دقیقی که تو داری نمیمانند و تو را منحرف میکنند، دوستای را ترک بکن، دوستای خوب برایت پیدا بکن، تا اینکه برنامه و تلاش پشتکاری که تو داری در این پشتکار همراه تو باشند و تو را راهنمایی بکنند. همه از فعالیت های خود فرار میکنه، از مسئولیت های خود فرار میکنه. یک شخصی به نام رئیس از مسئولیت فرار میکنه، 10 بجه سر کار خود میدارد. دیگری به نام کارفرما از مسئولیت فرار میکنه، بهانه های مختلف میآورد که به کار نرود، بهانه های مختلف میآورد که فقط کارفرمای خود را راضی بکند. رضایت کارفرما را میجوید، اینکه رئیس ما از ما راضی باشد. دنبال ابتکار و پشت کار نیست که از کارفرما بخواهد بالاتر برود. انسان تنها دنبال پشت رضایت کارفرمای خود نباشد که فقط رئیس مزمه راضی باشد. رئیس راضی نباشد، تو از رضایت رئیس بیشتر تاپ تلاش بکن، کوشش بکن در هر جایی که کار میکنی، در هر مقطعی که هستی، از رئیس تو یک دست بیشتر داشته باشی، از رئیس یک قدم بیشتر قدم بردار. هیچ رضایت رئیس تو نخواه، تو زندگی خود را بساز. در دفتری که تو کار بکنی، اگر پشت کار دقیق داشته باشی، یک روز رئیس تو زیر دست تو کار خواهد کرد.
اگر تو پشت و کار داشته باشی، نه به دنبال رضایت رئیس باشی. اگر تنها به دنبال رضایت رئیس باشی، همیشه به دنبالش می باشی. اگر پشت کار داشته باشی، رئیست روزی زیر دست کار کار کرد. همیشه پشت کار داشته باشی، خواب برده و غافل نباشی. حضرت عمر فاروق، امیرالمؤمنان، امیر عادل، شخصی که واقعا حکومت اسلامی را برپا کرد، واقعا حکومت اسلامی را به نمایش گذاشته بود، همیشه دوست داشت در بین مردم خود بگردد، سفر بکند، قدم بزند، احوال مردم خود را جویا شود. بعضی اوقات بازار را ترک میکرد یا غیر از اوقات نماز وارد مسجد میشد، میدید در مسجد چی حالی هست. یک روز وارد مسجد میشود، میبیند که چند تن از افراد نشسته هستند، دعا دارند. ازشون پرسید که شما در این وقت روز در مسجد چی میکنید؟ گفتن یا امیرالمومنین، ما دعا داریم. به خاطر چی دعا داریم؟ دعا میکنیم خداوند برای ما روزی بدهد. عمر بن خطاب رضی الله عنه، الله تعالی از او راضی باد، با عصای خود همین افرادی که در مسجد نشسته هستند دعا میکنند، اینها را میزنند که از مسجد بیرون شوید. مسجد جای سستان و تنبلان به برنامه ها نیست. شما بیرون شد، بروید در بازار تپ و تراش کار بکنید، اونجا روزی هست. در مسجد روزی تا نیست که شما بگید در مسجد روزی ایمان هست که 24 ساعت در مسجد خواب باشی و بگید به من نان داده شود. در مسجد روزی کسی نیست که در مسجد روزی را دنبال بکنه، بلکه در تپ و تلاش، در کار، در برنامه دقیق، در سعی کوشش روزی نهفته هست. پول ثروت در کوشش نهفته هست، در مسجد نهفته نیست. در نمازی که من تو میخوانم، در این نماز پول ثروت نهفته نیست، روزی تو به این پول، به این نماز بند نیست، فقط یک وسیله برای گشایش می شود. ولی که این نماز در اصل و در حقیقت سبب رضایت پروردگار از تو می شود. یکی انسان همیشه دعا بکند، دعا جای خاص خود را دارد که انسان دعا بکند، پروردگار برای من راههای رزق را بگشاید. دعا جای خاص خود را دارد، ولی که تپ و تلاش نباشد، دعاها هرگز نتیجه نمی دهد. نگه که یک تاجر در زمان ابراهیم ادهم رحمه الله دست از تجارت برداشت، گفت دیگر هرگز تجارت نمی کنم، میرم در مسجد، همیشه عبادت خدا را می کنم و خدا بر من روزی بده. یک جایی می رود که یک پرنده گرسنه زیر درخت افتیده هست. پرنده زیر درخت گرسنه افتیده هست. این حالت را می بیند که خوب سرسبزی را می بینید، درخت میوه را ببین، کنارش شاید جوی آب هم بوده باشد. این حالت را ببین، پرنده بازم گرسنه افتاده هست. خیلی تعجب میکنه چه حالتی هست. این زمینه در ذهنش حک میشود، میره در مسجد، وارد مسجد میشود، میبیند که ابراهیم بن ادهم نشسته است. میره پیش ابراهیم بن ادهم، زانو میزد، میپرسد که ای شیخ، ما میخوایم که عبادت را، تجارت را ترک بکنم و به عبادت رو بیاورم و تا خداوند برای من روزی بدهد. و داستان همین پرنده را برای ابراهیم بن ادهم بیان می‌کند. ابراهیم بن ادهم برش چی می‌گوید؟ میگه عبادت تو با مساله همین پرنده سست و تنبل هست. اگر تو تجارت را ترک بکنی و انتظار روزی را از الله داشته باشی، الله بر تو روزی نمیده. در عبادتت الله بر تو روزی نمیده. تو بگوی من 24 ساعت عبادت می‌کنم، نماز می‌خوانم، تسبیح می‌اندازم، تلاوت قرآن می‌کنم، در این روزی بر تو نیست. گویا که پرنده در زیر درخت میوه و چهار اطرافش سبزه و باغ و بستان افتیده است و گرسنه، به همین مثابه است. انسانی که تپ و تلاش نکند، زحمت نکشد، کل زندگیش به عبادت سپری شود، روزی به دنبالش نمی آید. بلکه کار، زحمت، تلاش انسان را به پول، سرمایه، به روزی می رساند. رسول الله علیه السلام خیلی زیبا می فرماید، خداوند یک پرنده‌ای که صبح از لانه خود بیرون می شود، وقتی که دوباره دیگر به خانه خود، لانه خود بر می گردد، الله تعالی همین پرنده را به شکم سیر به خانهش بر می گردد. وقتی که تو تصمیم کار را نداشته باشی، پشت کار نگردی، کار خود بدون در پشت خانه تو تک تک نمی کند. کار هرگز تو را صدا نمی کند که بیا من اینجا هستم مرا انجام بده. تا که خودت نروی بدون بار کار، کار پشت انسان نمی آید. سرمایه پشت انسان نمیاد، روزی در خانه کسی را تک تک نمی کنند. یک بار دو باری که اگر بر انسان کمک می شود، این جاهای استثناء هست. در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که دست دهنده بهتر است از دست گیرنده.
عمر رضی الله عنه میفرماید مگر که ما دوست دارم در دو حالت میمیرم، دوست دارم در دو حالت مرگ به سراغ من بیاد. عمر میگه شخصی که در حکومت و عدالت لا تخواد پرچم عدالت را در دست دارد و از همه پیش قدم برمیدارد، دوست دارم میگه در دو حالت میمیرم وفات بکنم. اولین حالتش حالتی باشد که در راه خدا به جهاد برآمده باشم، دوست دارم در این حالت وفات بکنم، ما شهید شوم. و حالت دومش حالتی باشد وقتی که ما به خاطر کسب و کمای رزق و روزی حلال از خانه خود بیرون شد، دو حالت من باز را ببینید چی مرگی را عمر دوست دارد. واقعا مرگ شرافتمندانه است که انسان به خاطر کسب و کمای رزق و روزی حلال برای خانواده خود وفات کند، و بهترین چیزی است که عمر رضی الله عنه دوست داشته. حتی الله تعالی در جاهای متعددی از قرآن من تو را برای کسب و کار تلاش تشویق میکنه تا اینکه من تو کسب و کار بکنیم، تلاش بکنیم، بی برنامه نباشیم، خواب برده و غافل نباشیم. الله تعالی میفرماید که هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، الله ذاتی است که این زمین را برای شما رام ساخته است، در اختیار این زمین را قرار داده است. اینکه در این زمین راه برای او، هرگز زمین قهر نکرده که امروز بالای من راه نرو. تو که برای این زمین تعمیر و آباد بکنی، زمین قهر نکرده که امروز تو حق تعمیر رو نداری. تو که از این زمین معدن استخراج بکنی، زمین قهر نکرده که امروز از من معدن استخراج کردن نمیتونی. الله میفرماید این را ما برای شما ذلول قرار داده ایم، رام در خدمت تو قرارش داده ایم. وقتی که این زمین در خدمت تو است، فمشو فی مناکبها، در چهار اطراف تو زمین سفر بکن، قدم بگذار، ببین که در این زمین چه خبری هست. تنها قدم بگذاریم نه، الله در ادامهش میفرماید که و کلوا من رزقه، و از چیزی که زمین بیرون میکند، از رزق و روزی که زمین بیرون میکند بخور و استفاده بکن. تمام تجارتی که من تو امروز به کار میاندازیم، با هر تاجری که به کار میاندازد، همه از این رزق و روزی زمین هست. اگر تیل هست، نفت هست، اگر گاز هست، کالا هست، لباس هست، تخته هست، سنگ هست، هر چیزی که تصور بیاریم، همه از این رزق و روزی که هست از زمینی است که الله متعال این زمین را در اختیار من تو قرار داده است و دستور میدهد فمشو، شما بروید فی مناکبها، در چهار اطراف زمین، و کلوا و بخورید من رزقی، از این رزق و روزی که زمین بیرون میکنه. این دستوری الله متعال است. وقتی که تو در خانه خواب میشوی، کمپل نرم و گرم در تابستان گرم باره خود کش میکنه، در حالی که زمستان هم نیست، و میگه کار نیست، فعالیت نیست، پیسه نیست، اینجا ملامت کسی دیگر نیست، بلکه خود تو ملامت هستی. الله برای دستور میده که برو تو کار بکن، زحمت بکش، تو قرار خواب هستی. برای انسان خواب هر قدری که شکست بیاد هنوز حقش هست. برای انسان بی برنامه و برای انسان کسی که پشت کار نداشته باشد، هر قدر فقری که برایش بیاد حقش هست. چرا؟ وقتی که پشت کار نداشت، این حقش است که برایش زحمت، فقر، بیچارگی و درد رنج برسد. در جای دیگر الله متعال میفرماید که ولقد مکناکم فی الارض، هر آنگاه ما شما را در زمین جاگزین کردیم، در زمین شما را سکونت دادیم، و جعلنا لکم فیها معایش، و در این زمین برای شما اسباب معیشت روزمره و زندگی کاربارتان را فراهم کردیم. یعنی در این زمین هم اسباب کاربار من تو فراهم هست. وقتی که من تو به دنبال اسباب خود نباشیم، به خواب و غفلت و سستی و تنبلی و چکل و گیم و فلم چیزا، رزق و روزی به دست نمیاد، بلکه به پشت کار، به تلاش، به کوشش، به زحمت، به نارامخوابی، به کار کردن، این رزق و روزی به دنبال انسان میاد. باز هر کسانی که سرمایه‌دار هم هستن، آنها کسانی هستن که الله میفرمه قلیل هم باشن، خیلی کمی هستن که شکر گذار باشن. سرمایه گذارها رو میبینید که به هزارها سرمایه دارن، به کرورها سرمایه دارن، بازم ناشکری میکنن، قلیلم ناشکری. کم تعداد کمی از انسان هستن شکر گذار باشن. ناشکری نکنید، هر اندازه که الله بر تو داده، رحمان سپاس گذار باش. اما شاید چیزی با میفرمد که شکر نعمتت، نعمتت افزون کند. اگر توی ده افغانی روزانه کمی داشتی، تا پتالاش بگید ده افغانی به هزار افغانی تبدیل میشود. ولیکن اگر تو در روز 300-400 افغانی کمی داشتی، ناشکری کردی، این 300-400 افغانی تو تناسل پیدا میکرد، کم میشود و کفر نعمتت، نعمتت دیگر گونی کنند. اگر کفران نعمت کردی، نعمت خدا را حساب نکردی، و هر جا از درد، رنج، مشقت، زحمت،
یاد کردی و از بیروزی شکایت کردی، الله تعالی همین دردها را برای دیگر 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 میفرستد. چرا بسبب ناشکری هست؟ در زندگیتان شکرگزار باشید. خیلی از نعمتهای الله تعالی است، ما هنوز شکرگزاریش را بجا نیاورده ایم. هنوز ما نعمتهای الله را حساب کرده نتوانسته ایم. ما نمیتوانیم هرگز حسابش کرده نمیتوانیم. باز هم وقتی که بنشینیم در یک مجلس، تمام دردها و رنجهای خود را بر مردم پیشکش میکنیم. چنین درد هست، چنین رنج هست، چنین زحمت هست، چنین فقر هست. امشب گرسنه خوابیدم، هفته قبل گرسنه بودم، تمام فرزندانم گرسنه بود. چی کردی؟ در خانه نشسته بودم. در خانه که بنشینی باید دو هفته گرسنه میدونم، یک هفته خود هنوز کم هست. کسی که از درد خود رنج خود مینالد، نظر و پشت کارش ببینیم که کار کرده است اگر نکرده است. اگر کار کرده بود بفهمید که درست کار نکرده که از درد رنج خود مینالد. اگر کار نکرد تو حقش است که دیگر درد رنج بر بالایش بیاره. و در اخیر تا زمانی که ما شما رزق و روزی خود را از دیگران انتظار داشته باشیم، هرگز به دنبال سرفرازی و کامیابی نباشیم. هیچ کسی بر من تو رزق و روزی من تو را فراهم نمی کند. هیچ کسی بر من تو سرمایه خود را در اختیار من تو نمی گذارد که این مکه را کمایی کردیم هزارها دلار از در خدمت تو. هرگز این را کسی نمی کند. تا زمانی که تو روزی خود را از دیگران انتظار داشته باشی، پس کامیابی خود را، سرفرازی خود را، موفقیت خود را، سرمایه‌داری خود را انتظار نداشته باش. اللهم تعالی توفیق عمل من نصیب من بده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك الله ونتوب اليك. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وامنا بفضلك عن سواك. پروردگار برای امت رسول الله علیه الصلاه و السلام رحمت الله. پروردگار ما را توفیق بده تا هر قدر که به برنامه اسم الله به برنامه‌ای های خود را به برنامه های خوب و زیبا تبدیل گردانی. پروردگار کسانی که فقیر هستند، نادار و ناچار هستند، پروردگار زمین این کار را برایشان فراهم بگردان. پروردگار کسانی که پشت کار ندارند، به شمول ما پروردگار برای ما توفیق بده که برنامه های خوب، پشت کار و سعی تلاش داشته باشیم. پروردگار زمین این کار را در کشور ما فراهم بگردان. پروردگارا در کشورهای اسلامی امنیت و آسایش و آرامش فراهم بگردان. پروردگارا ما مسلمانها را متحد بگردان. پروردگارا ما سخت نیازمند اتحاد هستیم. پروردگارا ما را از اتحاد و از اتفاق محروم نگردان. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابه اجمعین.